هم از تو فکر کنم یه دو تا دیگه برنامه رو پشت سر گذاشته تماس دوبمال کردید. امیدوارم که حالا تو این دو روز گذشته تونسته باشید خیلی خوب از مباحث استفاده کنید و من هم بتونم تو این یک ساعت یک حداقل هایی رو براتون در مورد رسم گراف بیان کنم. موضوعمون که از عنوان مشخص منتها نمیدونم این اسم واقعا روشن میکنه که قراره در مورد چی صحبت بکنیم، یعنی ذهنیت قبلی در مورد رسم گراف دارین یا نه. هم اگر کسی ذهنیتی داره بیان بکنه تا شروع کنیم با هم دیگه ادامه بدیم ببینیم که واقعیت چیه و توی رسم گراف به چی پرداخته میشه. شما ظاهران شناخت دارین درسته؟ یا نه؟ بفهم؟ خب اون دیگه حالا میشه یک بحث خاص توی رسم گراف، درست میفرمایید. ولی خب حالا ایست کلی تر خب من حالا برای اینکه این سوال رو جواب بدم یه قدم برمیگردم عقب. میخوام بگم جایگاهش کجاست. ما توی جمعمون اکثرا ادامون اینه که کارمون علوم کامپیوتره. میخوام بدونم که به عنوان یک کسی که ادعا میکنه کارش علوم کامپیوتره میدونیم چه توقعی ازمون هست، یعنی قراره چیکار بکنیم. ها قراره برنامه نویس بشیم، قراره چه میدونم معادله حل کنیم، قراره دارو بسازیم، قراره چیکار کنیم تو علوم کامپیوتر. قراره چیکار کنیم؟ مسئله حل کنیم. منتها خب تو رشته‌های دیگه هم مسئله حل میکنن دیگه، درسته؟ همه میخوان مسئله حل کنن، منتها ما ادعامون چیه؟ با چی حل میکنیم مسئله رو؟ با کامپیوتر حل کنیم. پس تو علوم کامپیوتر هدف اینه چیکار کنیم؟ بیایم با استفاده از کامپیوتر مسئله حل کنیم. حالا وقتی میخوایم مسئله ها رو بیاریم با کامپیوتر حل کنیم، کامپیوتر یه ماشینیه که ریاضیه، درسته؟ منطق ریاضی داره. پس مسئله رو فقط میتونیم مسئله ریاضی باش حل کنیم یا نه؟ قراره هر جور مسئله حل کنیم. ابزارمون ریاضیه، منطقش ریاضیه، ریاضی میفهمه. مسئله های دیگه حل نمی کنیم مسئله هایی که ریاضی نباشن؟ باید چیکارشون کنیم؟ مدلشون کنیم. باید مدلشون کنیم به مسئله های ریاضی. حالا من تا این جلو عقب این رو یادم بمونه فکر کنم. پس برای حل مسئله هامون نیاز به مدل ریاضی داریم. حالا توی این مدل سازیه یکی از ابزارهایی که استفاده میشه چیه؟ گرافه. که خیلی جاها دیدیم هر شبکه‌ای رو بخوان مدل بکنن این دیگه کاربرد یا مدل سازی خیلی واضح و روشنشه. هر شبکه‌ای رو بخوایم مطالعه بکنیم تبدیلش میکنیم به گراف و خیلی از مسائلی که اصلا شبیه گراف نیستن ولی تبدیل میشن به مدل میشن به مسئله روی گراف. خب این گرافه. حالا گراف دروینگ برای چیه؟ حالا ما مسئلهمون شد گراف، میخوایم تحلیلش کنیم بفهمیمش. یعنی که خوب بفهمیمش، شما وقتی یه مسئله روی گراف دارن مثلا بهتون میگن چه میدونم رنگ آمیزی گراف، اولین کاری که میکنید چیه؟ اگه گرافه مثلا یه گراف خاص بهتون بدن بحث کنن آیا این گرافه دو رنگ پذیر هست یا نه. اولین کاری که میکنید چه کاریه؟ شروع میکنید روی کاغذ به جا رأسا نقطه میذارید یا دایره میذارید،
یالا رو با خطا به هم وصل میکنید این میشه چی چی؟ یه رسم گراف یا همون گراف و همین رسم گراف همینه یعنی ما گراف رو تعریف میکنیم شاید خیلی همون فقط همون رأس و یالها و خطا تو ذهنمون میاد میگیم تعریف گراف رو بگید میگن یه سری مثلا نقطه است اینجوری به هم وصل شده ولی خب تعریف ترکیبیاتی گراف نه میگه گراف یه زوج مرتبه که مؤلفه اولش یه مجموعه متناهی ناتوهیه به اسم مجموعه رأس ها و مجموعه دوم مجموعه یال هاست که زیر مجموعه ای از یعنی شامل تعدادی از زیر مجموعه های دوزوی مجموعه رأس ها وقتی که ما این گراف رو اینطوری تعریف میکنیم حالا بیان مثلا گراف روابط بین انسان ها باشه بیان یه مثلا 20 تا اسم توی مجموعه وی میذارن و میگن حالا مثلا بین اون دو نفری که دوستن یال وجود داره ها پس مجموعه یال هامون هم میشه اون افرادی که با آیا این شکل مجموعه اطلاعات زیادی به ما میده ها میتونیم وقتی نگاش میکنیم بفهمیم که مثلا کی بیشتر از همه دوستای زیادی داره یا مثلا افراد رو میتونیم دستبندی کنیم اگه بگیم اینا مثلا قراره چند تا گروه بشن میتونیم با دیدن این مجموعه ها همینجوری بگیم که آره اینا مثلا چون اینا بینشون رابطه زیاده نسبت به بقیه اینا میشن مثلا یه گروه این یکی ها میشن یه گروه ولی با نگاه کردن به این مجموعه درسته وقتی تعداد کمه اینا رو میتونیم بفهمیم ولی وقتی تعداد زیاد شد یعنی گرافمون بزرگ شد دیگه این حد زدن راحت نیست دیده خوبی به ما نمیده به خاطر همین چیکار میکنیم میایم روی کاغذ میکشیمش سعی میکنیم با نقطه و خط و اینا این گراف رو نشونش بدیم و بعد حالا بفهمیم که خب پس هممون میتونیم این کارو بکنیم راحت میتونیم گراف رو بکشیم پس اگر بریم جلوتر در واقع رسم گراف چی چیه همون نمایش هندسی است گراف درسته که گراف های هندسی خودشون این نمایش رو از قبل دارن چون جاشون جای رسمشون مشخصه یالهاشون هم مشخصن پس برای گراف های هندسی ما خیلی بحث رسم و دیگه نداریم بحث میشه روی گراف های ترکیبیاتی که ساختار گراف به صورت ترکیبیاتی تعریف شده حالا چجوری بکشیمش که خوب بتونیم ازش اطلاعات در بیاریم پس رسم گراف شد نمایش هندسی گراف و اینکه حالا کاربرد داره بله تو هر علمی که ما اومده باشیم برای مسئلهمون مدل ریاضی رو گراف گرفته باشیم و بخوایم تحلیل بکنیم رابطه بین این اشیایی که داخل گراف ظاهر شدن و نیاز داریم که گراف رو رسم بکنیم و یه نمایش خوب ازش به دست بیاریم که حالا من این لیست کاملم نیست میشد چیزای دیگه بهش اضافه کرد ولی خب برای اینکه یه جای معتبر باشه و چیز باشه از این مرجع آوردم دو تا تقسیم بندی میتونم بکنم روی رسم گراف از نظر کاربرد رسم گراف یه بحث اینه که یه وقتایی ما شبکه‌مون یه جوری که واقعا میخوایم طراحیش کنیم که چجوری اینو بسازیم شبکه رو چجوری ایجاد کنیم مثل انواع شبکه‌هایی که چه میدونم داریم از جمله مثلا توی مدارها ما این مدل میشه به یه گراف و حالا ما برای اینکه اصلا اینو ایجادش کنیم باید بدونیم که چجوری این قسمت های مختلف رو به هم بس کنیم پس یکی بحث طراحی شبکه است یه شبکه خاصی رو بهمون میدن میگن که این قسمت های مختلف رو داره ارتباطشون اینطوریه میخواییم این شرط رو میذاریم روش مثلا توی این مدارها میگیم که اینا حق این که همدیگر رو قطع بکنن ندارن از روی هم رد بشن ندارن یا اینکه این سیم هایی که مثلا استفاده شده نمیتونن به صورت مایل باشن حتما باید به صورت عمودی و افقی حرکت بکنن خب شکلهای مختلفی میشه کشید ولی وقتی که این بزرگ بشه تعداد رسمش زیاد باشه پیدا کردن همچین چیزی خیلی براش راحت نیست که همه ویژگیاش هم خوب باشه و اینجا
گراف دروینگ میاد برای طراحی شبکه بهمون کمک میکنه. یه بحث دیگه ای که داریم بحث آنالیز شبکه است، یعنی شبکه هایی که از قبل وجود دارن و ما میخوایم فقط مطالعه شون کنیم، و برای اینکه مطالعه خوبی داشته باشیم نیاز داریم که یک نمایش هندسی خوب ازشون ببینیم. مثلا توی این رسمی که اینجا داریم، این بزرگ شدن این رأس ها شاید نشون دهنده اهمیتشونه، اینکه ما بفهمیم حالا بین مثلا چندین هزار رأس کدوم رأس اهمیت بیشتری داره، بزرگتر باید کشیده بشه، اینها چجوری به هم ارتباط داشته باشن تا تجمع ها رو ما بتونیم توش تشخیص بدیم. همه اینا تاثیرگذار روی مطالعه ما. بفهم بله بله دقیقا بله، یعنی از دید خودمون، حل مسئلهش نه دیگه، اون درک بهتر از مسئله رو بهتون میده. نه این که گفتیم که برای حل مسئله گراف رو مسئله رو مدل کردیم به گراف، و اون که حالا این گراف چجوری رسم بشه نه توی حل مسئله تأثیر نداره. یه وقتی هست که مسئلمون خودش اینه که چجوری رسمش کنیم، مثل اون طراحیه. یه وقت هست که میخوایم آنالیزش کنیم داده هایی که با گراف نشون داده شده، ولی نمیدونیم چه پارامترهایی رو چه جوری با این برخورد کنیم. خود این نمایشه کمک میکنه به اینکه ما بتونیم آن روی بحثای بعدی پیش بریم و چه جوری اقدام بکنیم. از چیزی که حالا برگردیم رو گراف های کوچولو مهمه، پس اینه که ببینیم چجوری بکشیمش. ها هممون میتونیم مثلا این گرافو میدن به شکلهای مختلف، همه میتونیم بکشیم، ولی شکلهایی که رسم میکنیم یکسان نیستن و یه جورایی هر کدومشون شاید یه سری ویژگی ها رو به ما نشون میدن. مثلا توی این شکل اولی ما غیر از رأس ها باز جایی رو داریم که یال ها همدیگر رو قطع کردن. اینا میتونه باعث بشه که وقتی که گراف بزرگ شد، مثال های ما رو گراف های کوچیکه، ولی وقتی گراف خیلی بزرگ شد دیگه این برخورده، دیگه تشخیصش که اینجا که برخورد کرده رأس بوده یا رأس نبوده دیگه خیلی راحت نیست. پس مثلا بین این سه تا اگر یه سری پارامتر ها رو در نظر بگیریم شاید این از همه مطلوب تر باشه. و یا اینجا مثلا همه اینها رسم‌های مختلف از یک گرافن، ولی وقتی نگاهشون میکنیم ها انگار بعضیا راحت تر بهمون میگن چه رسای همساین، بعضیا این کارو سخت تر میکنن. مثلا بدترین رسمی که حالا اینجا میتونیم داشته باشیم این رسمه که یه خورده دنبال کردنش واقعا سخته، ولی خب باز همینم اگر بحث دو بخشی بودن گراف باشه ترجیح میدیم چیکارش کنیم، اینطوری بکشیمش. پس یه بحثی میشه که من نمیتونم بگم که بین مثلا این همه رسمی که رسمای مختلفی که وجود داره این بهترینه، نه، پس دیگه به این داره من میخوام باهاش چیکار بکنم. باید رسمه یه جوری باشه که با هدف من مطابقت داشته باشه. یه عالمه پارامتر وجود داره برای اینکه بگیم یک رسم خوبه یا نه، که تو بعضی کاربردها بعضیشون به کار میاد بعضیا به کار نمیاد. حالا اینجا یه لیستی داریم ازشون، حالا این یکی رو هم نگاه بکنیم بد نیست. اینم ببینید خیلی هم تفکیک رنگ ها و بزرگ و کوچیک بودن رأس ها هم تجمع ها رو داره به ما نشون میده، هم اهمیت رأس ها رو به ما نشون میده، که همینجوری خب رندوم یکی شروع کنه به کشیدن همچین چیزی در نمیاد و نیاز به الگوریتم های پیچیده ای داره تا این کار رو برامون انجام بدن. حالا با اون هدفی که داریم
میگیم که ما یک رسم رو میگیم خوبه اگر که تا حد امکان برای ما قابل خوندن باشه، یعنی همون تحلیلی که میخواستیم بکنیم روش بتونیم راحت انجام بدیم. حالا خانایش چیشه؟ این که بتونیم مثلا بفهمیم کی با کی همسایه است، کیا بیشتر با هم ارتباط دارن، کدوم رس اهمیت بیشتری داره و اینطور مطالب. که حالا اینجا من یه لیستی از پارامترهایی که توی رسم گراف مطرح میشه رو آوردم که با هم دیگه یکی یکی بررسیشون کنیم. خیلی هاشون از رو اسمشون هم قابل تشخیصن که چه جور چیزی هستن. اولینش بحث کراسینگ یا برخورد یال ها. خب ما اگه بخوایم رسممون خانه باشه ترجیح میدیم که هیچ کراسینگی داخلش وجود نداشته باشه یا حداقل تعداد کراسینگ داشته باشه. حالا این سوال مطرح میشه، آیا اینکه همه گراف ها رسمی دارن که توش کراسینگ اتفاق نیفته؟ نه، یه سری گراف ها هستن که همچین رسمی ندارم. پس من سعی بکنم رسمی به دست بیارم که کراسینگش مینیموم باشه، حالا اگر صفرم نیست مینیموم باشه. ولی مسئله خیلی آسون نیست. اثبات شده که پیدا کردن رسم با مینیموم کراسینگ یه مسئله امپی کامپلیته، ولی خب الگوریتم های تقریبی براش داریم که با تقریبای خوبی میتونن رسم های با کراسینگ نسبتا کم رو برامون پیدا بکنن. بله نه خاص باشه بر بعضی هاش نیست دیگه. پارامتر بعدی بنده. اگر که یال هامون، حالا ما میتونستیم یه منحنی به جای هر یال بذاریم، ولی وقتی هر منحنی رو استفاده میکنیم باز یه خورده تو خانه‌ای تأثیر میذاره. ترجیح میدیم که حالا یا خط مستقیم باشن یا دنباله ای از پاره خط، یعنی یا پاره خط باشن یا دنباله ای از پاره خط ها باشن. ولی باز پاره خط ها هم اگر که یه دونه پاره خط باشه خیلی برامون بهتره تا اینکه چند تا پاره خط باشه. اون جاهایی که چند تا پاره خط توی یک یال ظاهر میشه، دو تا پاره خط جدایی که بالاخره روی محمل های متفاوتی باشن، اینا محل برخوردشون یه شکستگی رو ایجاد میکنه که به اون میگیم بند. و توی رسم ها ترجیح داده میشه که تعداد بند ها کم باشه، که این مسئله هم باز مسئله آسونی نیست و در حالت خاصش هم که ما فقط بخوایم یال ها رو با پاره خط های عمودی و افقی بکشیم، باز مینیمم کردن تعداد بند ها کار آسونی نیست که حالا جلوتر روش بحث میکنیم. پارامتر دیگه ای که توی رسم گراف اهمیت داره طول یال هاست. این دوتا رسم رسم هایی از یک گراف هستن، ولی به نظر من این یکی خواناتر و قابل لمستر میاد، بیشتر ویژگی های گراف رو نشون میده و توی البته چند تا ویژگی داره که از اون بهتره. ولی اونی که الان اینجا داریم میگیم توی بحث طول یال اینه که خب اگر که یال های ما وزندار نباشن، یعنی هیچ کدومشون نسبت به بقیه اولویت خاصی ندارن، پس ترجیح میدیم همشون تقریبا یک اندازه رسم بشن. شما فرض کنید یه رسم رو در نظر بگیرید که همسایه های متعددی داره، اگه یکیشون با یک یال خیلی بلند دور از اون رسم بشه و بعضی که مثلا نزدیکتر رسم بشن، آیا این یعنی اهمیتش از نظر همسایگی کمتره؟ چنین چیزی نیست. پس ترجیح میدیم همه یال‌ها حدوداً اندازه هم باشن، مگر اینکه یال‌هامون وزندار بشن و اون وقت دوست داریم که چه اتفاقی بیفته، طول یال‌ها متناسب با وزنشون باشه تا دیده بهتری نسبت به ساختار گراف به ما بده. و حالا بحث‌های دیگه‌ای که مثل اینکه مثلا مجموع طول یال هامون خب کم بشه، خیلی زیاد نباشه، اینا بیشتر کجا مطرح میشه؟ وقتی ما میخواییم شبکه رو طراحی کنیم. اگر یک شبکه میخواییم طراحی کنیم که توش مجبوریم از یه سری ابزار استفاده کنیم و براش هزینه کنیم، خب اگه رسم این یال ها
هزینه داشته باشه، خب ترجیح میدیم که هزینه کمتری بپردازیم. حالا یا مجموعشون رو مینیمم کنیم یا ماکسیمم طول رو مینیمم کنیم، هر کدوم از اینا ممکنه در موردشون صحبت بشه. پارامتر بعدی بحث رزولوشن توی زاویه هاست. منظور از زاویه ها چیه؟ وقتی که ما بالاخره منحنی داشته باشیم که اینجا دیدیم اکثرا خط یا پاره خط ها رو ما داریم که توی کجاها ظاهر میشن؟ توی رأسامون و توی محل برخورد ها، هر دوی اینا ما این زاویه ها رو میبینیم که مسلما هرچی زاویه ها بزرگتر باشن، رأس برای ما خواناتر و قابل فهمتر، و هرچی اینا خب کوچیک بشن این خانایه کم میشه. ولی خب یه جایی هست که ما کارش نمیتونیم بکنیم. مثلا وقتی یه رأسی دارید که درجهش خیلی زیاده، وقتی میخواید همسایه هاشو بهش وصل بکنید، ناچارن این زاویه کوچیک میشه. پس یک انگار این کرانی براش دارید که دیگه نمیشه کارش کرد. ولی خب حتی امکان باید سعی کنیم که زاویه هامون خیلی کوچیک نباشن. همین بحث توی محل برخورد ها، یعنی توی کراستینگ ها هم هست. هرچی توی کراستینگ این زاویه ها کوچیک‌تر بشن، احتمال اینکه اون کراستینگ با یک رأس اشتباه بشه بیشتره و شفافیت اون منطقه کمتر میشه. که اینجا هم باز ما سعی میکنیم که بحث بزرگتر بودن زاویه ها رو داشته باشیم. پارامتر بعدی در مورد مساحت و اسپکت ریشیو هست. شاید خیلی اولش معنی دار به نظر نرسه. خب اینکه مساحت رو رسم کم بکنیم، مثلا هرچی هم بزرگ باشه بیایم چیکارش کنیم؟ فشردش کنیم، باز میشه کوچیک. مساحت مشکلی براش پیش نمیاد ها، میاد میشه کوچیکش کرد ها. میگم اگه هدف این باشه که مثلا مساحت کمتری داشته باشه رسممون، میگم حالا اگه مثلا اندازه چه میدونم این دیوار رسمو بهمون دادن، ما کوچیکش کنیم بیفته توی این پرده، نمیشه؟ اسکیلش میکنیم کوچیک میشه. خب بعده پس چرا بحث میکنن؟ خب هرچی کوچیکم میشه؟ تو هرچی کوچیک کمتر میتونیم ببینیمش، دیدنش سخت تر میشه. نه بله، ولی اریا رو میشه کمتر کرد. حالا میشه هرچی خواستیم کمش کنیم، مثلا بیاد همش آره بیفته توی نقط، میشه یه چیز خیلی کوچولویی که اصلا نبینیمش، اون مساحت کم میشه دیگه، جای کم میگیره. ها؟ این مسئله اینه که میخوام ایریا رو اپتیمایز کنم. سوال ایشون اینه که میشود یا نمیشود؟ حالا چراش میگم میشه این کارو کرد، ولی خیلی چیز تو بین استاتی معدل مقرر میگم ماکسیموم موزه ای داری که لوپا داری. خب وقتی ماکسیموم مثلا گلوبال یا بیومو کلوبا نشته باشیم تو باندریو میگیم جلو، یعنی آخر باندریو میشه ماکسیموم، پایین کف باندی رو میشه مینیمال. مسئله نیست. نقطه شد. الان جور آپتیموش میشه صفر. آره مثلا میشه صفر. مشکلی پیش میاره؟ اگه میگم اگه بهتون بگم که مسئله اینه که مساحت مینیموم باشه، خب مسئله مسخره نیست، جوابش بدیهی نیست. خب من مینیموم هم اینه که همه رو اصلا رو بذارم یه جا، همون جا هم به هم وصلشون کنم. بله ببینید، در وقتی هم که رسم رو کوچیک میکنیم اون اسپکت ریشیو هم تغییری نمیکنه. چرا؟ اسپکت ریشیو چیه؟ فاصله، بیشترین فاصله نسبت مثلا به کمترینه. شما که میخواییم این برامون واضحه که میخواییم کوچیک باشه ها؟ ولی خب همون وقتی که خیلی کوچیک، مثلا همینه که وقتی میخواییم خیلی کوچیکش کنیم، حداقل باید خانایش رو از دست نده.
و به خاطر همین بحثی که پیش میاد بحث رسم روی گرید رو مطرح میکنه. اینجا وقتی رسم شد روی گرید دیگه شما نمیتونید هر چقدر خواستید کوچیکش کنید. آن نهایتش اینه که طول یک یالتون از گریدتون کوچیکتر نمیتونه باشه. آره دیگه اون دیگه اون وقت بحث اینه. پس میگم همین جوری مسئله معنی نداره مگر اینکه یه گرید بهمون بدن و بگن میخوایم رسم رو تو این گرید انجام بدیم، حالا یه جوری انجام بده که مساحتش مینیمم باشه، وگرنه بدون گریده معنی نداره. و بحث بعدی بحث اسلوب هاست یا محمل هایی که ما داریم چیکار میکنیم، یال هامون رو روشون رسم میکنیم. گفتیم اگه مثلا بخوایم دنباله از پاره خط ها باشن، خب این پاره خط ها میتونن هم بی نهایت محمل داشته باشه، یعنی با زاویه های خیلی متفاوتی از صفر تا حالا اگه 180 هر کدوم رو بخوایم انتخاب بکنیم و رسم بکنیم. چی؟ انتخاب کردیم. نه، هدفمون اینه وقتی که اینا زیاد بشن دیگه دنبال کردن خیلی راحت نیست. و تو حالا اینطوری هم نیست که بگیم توی همه رأسا همه این پارامترا مهمن ها، بس دیگه به کاربرد بعضیاشون خودشون رو نشون میدن، بعضیاشون نه اصلا معنی دار نمیشه. مثلا تو اون رسم اولیه که کره مانند بود خیلی این اسلوپ معنی نداره، ولی میگه که حالا اگر که سعی کنید بالا با بقیه چیزایی که در نظر میگیریم تعداد اسلوپ های کمتری رو استفاده بکنید توی رسمتون، رسم خانایی بیشتری داره. آره توی آره تعدادشون، تعداد اسلوپ هایی که دارن استفاده میشن. یا بعضی وقتا میگه نه من فقط میخوام از اینا استفاده کنم، مثلا خطوط پاره خط هم فقط عمودی یا افقی باشن، یا مثلا فقط توی شبکه‌ای بکشم که مثلث بندی شده. دیگه اینجا اختیار نداری که هر جوری یال ها رو رسم بکنی. و آخرین پارامتری که حالا من اینجا آوردم بحث اینه که همسایگی یه جوری رعایت بشه. یعنی من وقتی نگاه میکنم به یک رأس کسایی رو نزدیکش ببینم که واقعا همسایش هستن، ولی بیام یه جوری رسم بکنم که همسایه ها خیلی با هم فاصله داشته باشن، دیگه با نگاه کردن به یک رأس دنبال کردن این که کیا باش همسایه هستن کار راحتی نیست. و این یکی دیگه از پارامترهایی که توی رسم ها در نظر گرفته میشه. خیلی از این پارامترها حتی بهینه کردن تکیه خودشون کار آسونی نیست، حالا چه برسه به اینکه بخوایم چند تاشون رو با هم بهینه کنیم. حتی خب بعضی وقتا با هم تداخل پیدا میکنن اگه من بخوام مثلا طول یال هام رو نزدیک به هم بکنم شاید باعث بشه که مثلا زاویه هام هم خیلی کوچیک بشه، یا اینکه مثلا برخورد هام خیلی زیاد بشه. پس این داره دیگه بستگی به اون نیازی که داریم و اون خواسته‌ای که از رسممون داریم باید توی رسممون رعایت کنیم. بر بفهم آره باید یه بالانسی، خیلی وقتا همین به هم میخوره. مثلا وقتی که دوتایی که خیلی ملموس باشه مثلا اگر بخوایم که بندو مینیمم کنیم، یعنی خطامون مستقیم باشن، خب ممکنه که برخوردها زیاد بشه. این واضحه نیست، خیلی ملموس که اگه من بخوام خطا رو دیگه خیلی بهش انعطاف پذیر نباشه که مثلا هر منحنی بذارم یا دنباله ای از پاره خطا فقط پاره خط بکشم به جای یال ها، برخوردها رو ناخودآگاه زیاد میکنم.
و بر همین اساس که حالا کدوم پارامتر رو داریم ترجیح میدیم، انواع مختلفی از رسم ها ایجاد شدن که اولینشون رسم پلانر یا رسم بدون کراستینگ، که همینطور که قبلا هم گفتیم همه گراف ها لزوما رسم پلانر ندارن. یعنی میشه هم پلانر رسم کرد هم غیر پلانر، ولی بعضیشون اصلا رسم پلانر ندارن. اینجا ستای بالایی رسم های یک گراف اولی اصلا پلانر نیست و دوتای دیگه پلانرن، منتها خب یه ویژگی های این یکی داره که اون نداره و باعث میشه این رسم بهتر از اون باشه. و توی این یکی هم همینطور، این یکی پلانر نیست ولی این پلانره. ولی همینجا هم میبینید که مثلا اگه بخوایم یک ریختی توی گراف تعریف کنیم، این رسم بهتره نیست به دست بیاریم، بیشتر بهمون این راحت‌تر بهمون میگه چه رأسای شبیه همن و همسایگی های شبیه به هم دارن تا این یکی. این یکی به نظر میاد مثلا این با این خیلی وضعیتش فرق میکنه و شاید نتونن به هم دیگه تصویر بشن، ولی اون یکی پس بستگی به نیازمون داره واقعا این که رسمه رو چجوری بکشیم. اگر که حالا بحثمون بحث این باشه که کراستینگ نباشه و واقعا گراف گراف شلوغی باشه و این کراستینگ ها باعث بشه که دنبال کردن یال ها و به دست آوردن همسایگی ها، دیدن همسایگی ها سخت بشه، خب ترجیح میدیم پلانر. پس هم یه سری گراف ها اصلا رسم پلانر ندارن که بیس اصلیشون هم اون دوتایی که همه جا دارن اذیت میکنن همین دوتا گراف هست، K5 و یا K5 و K3 که این دوتا ثابت شده بالاخره رسم پلانر ندارن، هیچ هر جوری بکشیم رسم مسطح نمیشه. مسلمان اگه اینا زیر گراف یه چیزی هم باشن باز اون گراف پلانر نیست. پس وجود این گراف ها حالا یا زیر تقسیم هایشون توی یک گراف پلانر بودن گراف رو به هم میزنه و این میشه مثلا یک شرط کافی برای اینکه گراف ما پلانر نباشه. از اون طرف برعکسش هم درسته، یعنی شرط لازمم هست. ها یعنی چی؟ یعنی اگه یک گرافی پلانر نبود حتما این دوتا توش ظاهر شده. یعنی یه شرط لازم و کافی داریم برای مسطح بودن گراف، میگه اگه که این دوتا گراف یا زیر تقسیم هایشون توی گراف ظاهر نشدن اون گراف حتما مسطحه و اگر ظاهر شدن دیگه مسطح نیست. خب شرط لازم و کافی قشنگی داریم، هم بیانش ساده است هم درکش ساده است، ولی خب برای ما علوم کامپیوتری ها خیلی به درد نمیخوره. چرا؟ چون ما میخواییم گراف رو بدیم چیکار کنیم، تست کنیم پلانره یا نه، بخواییم همچین تستی انجام بدیم خیلی راحت نیست، خیلی زمان میبره. ولی خب وجود دارن الگوریتم هایی که خیلی راحت تو زمان خیلی کم یه گراف رو بهشون بدی برات مشخص میکنن که آیا رسم پلانر داره یا نداره و رسم رو هم برات ارائه میکنه. حالا بیای ما گرافمون رو بدیم به اون الگوریتم ها، تشخیص میده که این پلانره. حالا بین رسم های مختلف یه مدل رسم پلانر بر اون گرافه داریم؟ نه، باز مثل همین مثالی که اینجا بود، اینجا این دوتا یه گرافن ولی رسم های پلانرشون یکسان نیست. چجوری اینا رو از هم تشخیص بدیم که این رسم های پلانر تفکیکشون بکنیم؟ حالا اون گراف که پلانر نداره که هیچی، حالا گراف که رسم پلانر داره بیایم مثلا یک کلاس بندی روی رسم هاش انجام بدیم. برای این دسته بندیه یک کلاس بندیه یه مفهومی به اسم اینبدینگ وجود داره که باز این یه مفهوم ترکیبیاتیه. یه اینبدینگ اینه که شما بیاید به هر رأستون یه ترتیب دوری از همسایه هاش نسبت بدید. مثلا اینجا تو این رسمه بیاید همین ترتیبی که همسایه های هر رأس دورش ظاهر شدن رو اونا در نظر بگیرید، میشه یک جانشانی یا اینبدینگ برای این گراف. خب حالا این ترتیبه
چقدر میتونه باشه؟ دقیق بگیم میشه درجه اون رأسه فاکتوریلش مثلا تقسیم بر دو، که حالا برای هر رأسی اگه اینو در نظر بگیریم اینا رو ضربه در هم کنیم چقدر این بدینگ به دست میاد؟ تعدادشون میشه نمایی دیگه تعدادشون خیلی زیاده. ولی حالا توی مسطح ها کدوماشون برامون مهمه؟ اون این بدینگایی که بتونیم متناظرشون رسم مسطح هم داشته باشیم. خب ما هر رسم مسطحی از یک گراف رو نگاه بکنیم و در نظر گرفتن هر رأسی ترتیب حضور همسایه‌اش، مثلا برای رأس آ سی دی بی ای سی میشه ترتیب دوری حضور همسایه‌اش، که حالا میتونیم اینو ساعتگرد یا پادساعتگرد در نظر بگیریم. برای بقیه رأس‌ها هم همینطور. خب یه این بدینگ بهمون میده، برعکسش هم هست. یعنی چی؟ یعنی یه سری این بدینگ ها هستن که ما میتونیم متناظرشون چیکار کنیم؟ رسم مسطح به دست بیاریم. ولی همه این بدینگ ها این ویژگی رو ندارن. اون الگوریتمی که گفتم تشخیص میده گراف مسطح هست یا نه، یه دونه این بدینگ مسطح هم ازش بهمون میده، ولی همش رو نمیده. باز چون ممکنه که این بدینگ های مسطحش هم خودش تعدادشون نمایی باشه. ولی خیلی نباید ناراحت باشیم از تعداد این زیاده این بدینگ ها، چون وقتی گرافمون سهم بند میشه یه دونه این بدینگ مسطح بیشتر نداره. پس هر جا که مثلا مسئله رو برای یه دونه این بدینگ مسطحش حل بکنیم، اونو برای گراف های سهم بند کامل حل کرده. اینجوری براتون مطرح کنم، میگن که رسمی از گراف به دست بیارید که تعداد کراسینگاش اینطوری نه، کراسینگ بخوام بگم دوباره چون این بدینگ مسطح تعریف کردم خوب در نمیاد، تعداد بندا مینیمم باشه. خب من اولا باید بین این بدینگ های مسطح متفاوتش بیام چیکار کنم؟ انتخاب بکنم از بین اونا، دوباره برم تو یکی رو که انتخاب کردم بیام تعداد بندهاشو سعی کنم مینیمم بکنم، که حتی اگه یه این بدینگ خواستم بدن اون وقت این مینیمم کردن کار راحتی هست یا نه؟ حالا تو این مسئله اتفاقا هست، مگه اینکه اسلوپ هامونو محدود بکنم، چون بریم جلوتر میگم براتون چه اتفاقی میفته که مینیمم کردن بنده برای گراف مسطح مشکلی نداره. ولی اگه روی اسلوپ ها من بیان محدودیت بذارم بگم فقط مثلا این اسلوپ های خاص رو استفاده کن، دیگه کار راحتی نیست. حالا بگید دیگه در نظر بگیرید که بخواد همه این بدینگ ها رو در نظر بگیره، بین اونا یه این بدینگی رو انتخاب بکنه که یه جوری رسم کنیم که تعداد بندها مینیمم بشه. پس رسم قبلیمون پلنر ها بودن. حالا اگه شکل هم ببینید توی بعدی ها اکثر رسم ها بحث پلنر بودن رو میگه، یعنی رسم مسطحی که این ویژگی رو داشته باشه، نه اینکه حالا برای نامسطح ها اصلا در نظر گرفته نشن. ولی کارها اکثرا روی گراف های مسطح انجام شده. مثلا رسم بعدیمون تی کانکتد، منظورتون اینه که یه سه تا شو حذف کنی؟ تعریف تی کانکتد دقیقاً چی بود؟ سه تا شو حذف کنم چون اول بمانه همش تعریف. نه، برای تری کانکتد باید حداقل سه تا حذف کنید تا ناهم بند بشه. یعنی دو تا حذف کنید نمیشه. رسم بعدیمون پولی لاین ها، یعنی حالا اینا که من خوردم استفاده کردم که فقط بگیم چی باشه، هر یار دنباله ای از پاره خط ها باشه، که تو پولی لاین ها باز بحث مینیمم کردن بند مطرح میشه، که حالت خیلی عالیش چیه؟ اینه که اصلا هیچ بندی نداشته باشیم، که اون وقت میگیم رسممون رسمه مستقیم الخط. اینجا جا افتاده راست. آره.
بله این درست میگن، اگر که این رأس نباشه این یه بند داریم و رأس مستقیم الخط نیست. حالا شما فرض کنید که رأس باشه اونجا، این میشه رسم مستقیم الخط، یعنی رسم، حالا اغلب هم اینطوری تعریف میشه، رسم مسطحی که هیچ بندی هم نداشته باشه، یعنی پرسم پولی لاین که هیچ بندی داخلش نباشه. حالا اینجا کار خیلی بد نیست. چرا؟ چون هر گراف مسطحی رسم مستقیم الخط یا استریت لاین داره. سال 1951 میگه همه پلنرا دارن. پس اینجا اون مسئله که من گفتم بندا رو مینیمم کنیم برای گراف مسطح، چی میشه جواب همش؟ وجود داره برای همشون با تعداد و جوابش هم صفره. با تعداد بند صفر برای همشون وجود داره. خب ولی وقتی میان چیکار میکنیم؟ همه یالها رو مستقیم رسم میکنیم، چه اتفاقی میفته؟ مجبوریم؟ نه دیگه، الان هم مستقیم الخط هم دیگه بند نداریم. برای اینکه اینا رو مستقیم بکشیم زاویه ها ناخودآگاه کوچیک میشن. بعد یه بحث دیگه، کوچیک شدن زاویه ها و به هم خوردن وجه ها، یعنی ما وجه هایی که معمولا دوست داریم چنزلی هامون چجوری باشن، با چه چنزلی هایشون راحت تری مسئله ها بهتر روشون مهدب باشن و همین اساس میاد چیشی تعریف میشه، میگه خب نه هر مستقیم الخطی هم نمیخوام، مستقیم الخط هایی رو ترجیح میدم که وجه ها حالت مهدب رو داشته باشن. و برای مهدب ها دیگه اینجا اینطوری نیست که هر گراف مسطحی رسم مستقیم الخطی که وجهاش هم مهدب باشن داشته باشه، نه این چیزی وجود نداره. ولی میتونیم تو زمان خطی تست بکنیم که آیا گرافمون رسم مهدب داره یا نداره، که باز حالا تو این مهدب بودنه باز ممکنه یک سری پارامترها رو ما به هم بزنیم. رسم بعدی که خیلی معروفه و حالا من اشاره‌ای هم بهش کردم، رسم ارتوگوناله، که اینجا محدودیت گذاشته روی تعداد اسلوب‌ها و میگه فقط عمودی و افقی. پس یال‌ها دنباله ای از پاره خط‌ها، یعنی همون پولی لاینه، ولی پاره خط‌ها باید عمودی یا افقی باشن. اینجا اگه بخوایم تعداد بندها رو مینیمم کنیم دیگه مسئله امپی کامپلیت و راحت نیست. ولی خوشبختانه اگر که این بدینگ رو بدن جانشانی رو داشته باشیم برای یک جانشانی خاص، اگر آشنایی با شبکه های جریان داشته باشید، با استفاده از شبکه های جریان میتونیم یه رسمی به دست بیاریم ارتوگونال و با تعداد مینیمم بند، منتها باید جانشانی داده شده باشه. در سه همبندا کار راحته چون یه دونه جانشانی بیشتر ندارم. و حالت خاص رسم های ارتوگونال رسم های رکتانگولار هست که همون شرط عمودی افقی بودن رو داره، ولی میگه دنباله ای از پاره خط نیست. هر یالمون یه پاره خطه و علاوه بر اون هر وجهمون باید چی باشه؟ مستطیل شکل باشه. که باز اینجا چون رسمه رو محدود کردیم لزوماً هر گرافی همچین رسمی نداره، هر گراف مسطحی. ولی برای در حالت کلی هم الگوریتمی نداریم که تشخیص بده که آیا گراف رسم مستطیلی داره یا نداره. و آخرین نتیجهش اینه که برای گرافهای با ماکسیموم درجه 3 این الگوریتم خطی وجود داره، تشخیص میده گراف رسم مستطیلی داره یا نداره. و گرید دروین که قبلا بحثش رو کردیم که چجوری باشه رأس هامون و محل برخورد ها حتما بیفته روی نقاط مشبکمون و نمیتونه هر جایی قرار بگیره. تو رسمای قبلی باز اونم بستگی داره، بعضی هاشون میگن که حتما این اتفاق بیفته ولی رو بعضی هم این تأکیده نیست، ولی توی گریدا این تأکیدو داریم. و اینجاست که این بحث اریا و اسپکت ریشیو خیلی اهمیتش رو نشون میده. اینم رسمیه که
همه رأس ها روی یک دایره قرار بگیرن که مسلماً خیلی از گراف های مسطح هم همچین رسمی ندارن که مسطح هم باشه. همه مسطح ها این رسمو دارن، درسته؟ غیر مسطح ها هم همچین رسمی دارن، ولی کدوماشون برامون مهمن؟ اونایی که رسم باز بشه مسطح، که اینا میشن یه دستی کلاس خاصی از گراف ها. نمیدونم اسمش به گوشتون خورده یا نه، هم اوتر پلانر گراف ها، میگم گراف های مسطحی هستن که همه رؤوس توی یک وجه ظاهر میشن و اونا رو میتونیم اینجوری سیرکولار رسم کنیم و هیچ برخوردی هم نداشته باشیم. همه این رسم هایی که گفتیم روی گراف های بدون جهت بود. خب نمیتونیم برای جهت دارا استفادهشون کنیم؟ چرا؟ میشه استفاده کرد، ولی خب جهت رو چیز خاصی براش در نظر نگرفته. اگر بخوایم به صورت خاص جهت رو اهمیت بدیم، اون رسمی که خیلی شناخته شده است و روش کار شده رسم های آبوارد هستن که میگه همه جهت کمان هامون به یک سمت باشه، یا همه مثلا از پایین به بالا باشه، یا همه بالا به پایین، چپ به راست، یا راست به چپ. خب میگیم درخت ها رو میشه، ها درخت های ریشه دار رو اینطوری میتونیم رسم کنیم، درسته؟ میکنیم هم. ولی آیا هر گراف جهت داری رو میشه اینطوری رسم کرد؟ ها خیلی راحت یه دور جهت دار داشته باشیم دیگه امکانش نداره، وجود نداره. پس یه شرط لازم برای این که گرافمون رسم آب بار داشته باشه اینه که دور جهت دار نداشته باشیم. ولی باز اگه دور جهت دارم نداشت، ممکنه باز رسم آب بار نداشته باشه. خب چیکار کنیم؟ ولشون کنیم؟ ها؟ مسئله باز داره میگه امپیکا تشخیصه راحت نیست. چیکار میکنه؟ میاد میگه خب یه سری تخفیف میدم، لایرد رسم های لایه‌ای رو تعریف میکنه برای گراف های جهت دار، به خصوص اونجایی که میخوایم سلسله مراتب رو نشون بدیم. مثلا داریم رئیس و چمیدم معاون و وزیر ها سلسله مراتب داریم، رسم های لایه‌ای خیلی به کار میان. میگه خب اگه رسم آبوار داشته باشه لایه‌ای خیلی خوبه دیگه، میام توی لایه های مختلف میچینم، همه یال ها من به یک سمت هستن ها. ولی خب امکانش نیست که برای همه گراف های جهت دار این کار رو انجام بدیم. یعنی ممکنه سعی کنیم اکثر یال ها یک جهت داشته باشن، ولی ناگزیر ها خیلی هاشون جهتشون خلاف به اون چیزیه که ما میخوایم. میگه یک چهار تا مرحله براش در نظر میگیره. اول میگه که بیا رأسای گرافت رو افراز کن به لایه های مختلف یه جوری که تعداد یال های برگشتید کم بشه. باز مینیمم کردنش راحت نیست. یه معیار دیگه هم داره، میگه من ترجیح میدم هر یال بین دو تا لایه متوالی باشن، پس تعداد اون یال هایی که یه سرشون مثلا تو لایه های خیلی پایینه، یه سر دیگه شون تو اون لایه های بالایی که طولشون زیاد میشه، اونا رو هم باید سعی کنیم کم بکنیم. پس این افرازه این دوتا پارامتر رو در نظر میگیره و یه افراز روی رأس ها لایه لایه رأس ها رو افراز میکنه. حالا لایه لایه کردیم کافیه؟ نه. حالا وقتی میخوایم تو هر لایه هم بچینیم، این که چجوری بچینیم فرق میکنه. ممکنه این ترتیب چیدنه رو چی اثر بذاره؟ روی تعداد برخورد هامون. پس باید بیاییم ترتیب های مشخص بکنیم که تعداد کراسینگ ها رو کم بکنه. بعد یه چیز دیگه این که توی مرحله دوم فرض میشه معمولا که یال ها بین دو تا لایه متوالی هن. خب اگه نبود چی کارش میکنیم؟ وقتی میخوایم مرحله دوم رو شروع کنیم، فرض میکنه که یال هامون توی لایه های متوالی هستن و مرحله دوم رو انجام میده، ولی واقعیت این نیست. حالا برای ورود به این مرحله میاد مشکلش رو اینطوری حل میکنه،
میگه اگر یک یالی هم بود که تو دو تا لایه متوالی نبود، بیا یه سری رأس اضافه کن تو اینا، رأسای حالا غیر واقعی اینجا اضافه کن که باز اون شرط رو داشته باشی و کارت رو انجام بده. خب وقتی این کار رو میکنیم باعث میشه که دیگه اینا خط مستقیم لزوماً رسم نشن. پس چه بحثی پیش میاد؟ این که یه کاری بکنیم که بنت هامونم تعدادشون کم بشه. و بعد مرحله آخر که این مراحل رو انجام داد، این دفعه میره سراغ این که بیاد چیکار کنه. حالا به صورت محلی هر جایی که ممکنه یه بندی رو ما ایجاد کرده باشیم ولی خیلی ضروری هم نباشه، یا یه کراسینگی رخ داده باشه ولی خیلی هم بشه برطرفش کرد، به صورت محلی بررسی میکنه و این اشکالات رو درست میکنه. وقتی میگیم رسم لایه‌ای، این لایه ها تو ذهن میاد که یه سر خطوط موازی هست، ولی این مفهوم گسترده تره، یعنی میتونن مثلا روی دایره های متحد المرکز هم رسم بشن، یا حتی روی توی فضای سه بعدی روی صفحه های موازی با هم و روی دایره هایی که توی این صفحه ها ظاهر میشن، که اینجا بحث رسم توی دو نیم بعد رو داریم. چون از همه سه بعد استفاده نمیکنه، نمیذاره اسمش رو رسم سه بعدی، و چون دو بعدی هم نیست ها، نمیگه دو بعد، اسم دو نیم بعد رو براش استفاده میکنه. خب ما گراف های جهتدار رو گفتیم، بعد اکثر اون رسم هایی هم که من گفتم بهتون ارتوگونال، دیگه چی داشتید؟ پولی لاین ها، رکتانگولار، انواع مختلف، که همه اونا بیشترین مطالعات روی چی انجام شده؟ گراف های مسطح. یعنی فرض میکنه ورودی الگوریتم گراف مسطح. خب حالا من یه گراف غیر مسطح بهم دادن، چیکارش کنم؟ چجوری رسمش کنم؟ چجوری اون الگوریتم ها رو براش به کار ببرم؟ بعدش اضافهش کنیم، این مثل همون وقتی که می‌خواستیم دور جهت دارم، یه ایدهش این بود که چیکار کنیم، یه سریال بکنیم تا بشه مثلا بدون دور جهت دار، بعد رسمش کنیم و این دفعه بعد این یال ها رو اضافه کنیم. توی مثلا اینم میتونه یک راهکار باشه، ولی راهکارها سه تا دستبندی کلی براشون در نظر گرفته شده. اولیش میگه که بیا گرافت رو جهت دار کن. دیگه برای جهت دارا ما بحثی روی مسطح بودن نداشتیم، پس از اون الگوریتمایی که برای جهت دارا استفاده کن. حالا این ممکنه خواسته های ما رو برآورده کنه، خیلی وقتا هم خواسته هامون رو برآورده نمی کنه. اگه تاکیدمون روی مثلا رسم ارتوگونال باشه، رکتنگل، دیگه اونه به درد نمیخوره. روش بعدی میگه که بیا یه رسمی از گرافت به دست بیار که تعداد کراسینگاش مینیمم باشه. که میگیم خب خیلی راحت نیست مسئله این که کامل، خب میگه همون الگوریتمای تقریبی تو استفاده کن، یه رسمی به دست بیار که کراسینگاش کم باشه. حالا چجوری اینو مسطحش کنم؟ یا حذف کنیم یا رأس اضافه کنیم، ها، که معمولا این ایده دومی استفاده میشه، یعنی رأس اضافه میشه بعد میگیم خب حالا این مسطح بده الگوریتم هایی که. و دسته سوم که از همه جالب ترن، این تو این دسته بندی من دسته سوم فورس دایرکتد متد ها هستن، که تو اینا میاد یه شبیه سازی اینجوری انجام میده که میگه فرض کن رأس ها یه سری گویان و یال ها یک سری فنر. حالا اینا رو بحث می‌کنیم که جزئیاتش رو چی ها بذاریم. این یه سیستم فیزیکیه، شروع میکنه به حرکت کردن تا به تعادل برسه. کجا به تعادل میرسه؟ پایدار میشه اونجایی که سطح انرژیش مینیمم باشه. پس من یه سری معادله دیفرانسیل دارم، حل میکنم، سعی میکنم چیکار کنم؟ این سطح انرژی رو مینیمم کنم و
نشون داده که قشنگترین رسم هم از همین به دست میان. اون دوتا روش بله الگوریتم ها هستن، خیلی هم خوبن، ولی وقتی گراف ها خیلی بزرگ میشن اونا دیگه واقعا جوابگو نیستن. حتی اونایشون که چند جمله ای هم باشن دیگه خیلی جوابگو نیستن. نه دیگه نه، اونا هم باز تقریب میزنه با یه خط بعد که حالا خیلی فرصت نداریم که من دقیق بخوام بگم، احتمالاً تو چیزم بعدنم خواهید دید اینا رو که حالا بحثای مختلفیه. میگه طول فنرها رو اول صفر بذار، یه راهکارش اینه، بعد روی رأسات بیا مثلا بار الکتریکی هم نام بذار. خب رأسا از این طرف هم دیگه رو دفع میکنن، چون فنر بینشون هست سعی میکنن به هم نزدیک بشن. این تبادل نیروه خواهی برایند ایجاد میکنه، باعث حرکت گوی هامون میشه تا اینکه سیستم به تعادل برسه. یا یکی دیگه از راهکارها اینه که میگه بیا طول فنراتو بذار به اندازه طول کوتاه‌ترین مسیر بین دوتا رأست. من میخوام ایدئالم اینطوریه. آره با اینجوری وزن یال ها رو تو اینم بهتر میتونیم، یعنی متناسب با وزن یال ها طول فنر رو مشخص بکن. که این ایده ها بگم خیلی جدیدتر نه، اینا بوده، ولی امروزه به خاطر اینکه اهمیت رسم گراف های خیلی بزرگ پیش اومده، دوباره رفتن سراغ اینا و سعی کردن که خیلی بهترشون بکنن. مباحث خیلی مقدماتی رو گفتم، ولی فکر میکنم که چیزی که برامون مهمه اینه که بدونیم خب حالا که اینا یه سری کار انجام شده، یه سرش هم مونده، ما چیکار کنیم؟ آیا اصلا جای کاری هست و چه موضوعیه که خیلی اهمیت داره؟ مثل همه مباحث تو اینجا هم یه عالمه مسائل باز هست که خیلیشون قدیمی هست، خیلیشون جدید هست، ولی میخوام بریم سراغ اون قسمتی که خیلی بحث داغ و به روزیه توی بحث رسم گراف، که اونم بحث رسم گراف های خیلی بزرگه. حالا ببینیم خیلی بزرگ منظورمون چیه. و میگه توی این رسم گراف ها الان این سه تا موضوع هن که خیلی بهشون پرداخته میشه و مشکل ایجاد میکنن، یکی بزرگ بودن، یکی گراف ها در طول زمان تغییر میکنن، و دوم این که گراف ها پیچیدن، که حالا من سعی میکنم سریع بزرگ بودنشون که شما بریم سراغ شبکه های اجتماعی میبینیم که خیلی بزرگن. خب این بزرگ بودن چه مشکلاتی ایجاد میکنن؟ محاسبات رو رو همون سیستم فنرها در نظر بگیره بخوایم انجام بدیم، ساعت ها باید بشینیم، شاید هنوز محاسبه تموم نشه. حالا میایم این چالش رو باید حلش کرد، یه کارایی هم شده، من میخوام ببینیم چقدر این مشکل بزرگه. میگه من سعی میکنم حالا سخت افزاری نرم افزاری پیشرفت کنم و محاسباتم رو سریع کنم، یه راهکارهایی به کار بگیرم تو حل همین معادلات که محاسباتم سریع انجام بشه. میگه خب محاسباتتو سریع انجام دادی، حالا بیا نگاه کن مونیتوری که میخوای نمایش بده این رسم گراف تو چند تا پیکسل داره. اگه تعداد رأسای گرافت از تعداد پیکسل های مونیتور تو بیشتر باشن، خب چجوری میخوای نشونش بدی؟ که این اتفاق میفته دیگه، با این اعداد و ارقامی که تو شبکه های اجتماعی اتفاق میفته، این یه واقعیتی که باش روبرو هستی. خب میگه حالا من اونم میام از نظر سخت افزاری حلش میکنم، یا یه کارهایی مثل زوم این و زوم اوت، یعنی مثلا تیکه تیکه نشون دادن اون قسمت رو بخوای بری دقیق تر نگاه کنی روش زوم میکنی. میگه اینجور کارهای انجام هم برای همه این مباحث یه کارهای انجام شده، ولی هنوزم هم کامل نیست. میگه خب تو میای اونو حل میکنی، حالا این چشمی که باید اینو ببینه همزمان چند تا پیکسل رو میتونه درک کنه؟ تو مانیتور تو اومدی پیکسلاشو خیلی بردی بالا، چشمی که میخواد اینو درک کنم باید توانایی دیدنش رو
داشته باشه، که خب میدونیم ما نسبت به اون رأسایی که اونا دارن واقعا پیکسل هایی که درک میکنیم اونقدر زیاد نیست. و بحث تغییراتشون که اونا واضحه ها، اگه ارتباطات راحت واضح ترین و چیزی که بیشتر همشون روبرو هستیم شبکه های اجتماعی هست، اینا در طول زمان دارن تغییر میکنن. خب میگه خب من توی زمان میکشم، من میرم تو زمان بعدی. چیزی که اینجا اهمیت پیدا میکنه این که خب جواب از اول ساختن که کار عاقلانه ای نیست، با هر تغییری بریم جواب از اول پیدا کنیم. و دوم این که این تغییره باید یه جوری باشه که ذهن کسی که داره اینو میبینه، کاربر، با دیدن این شکل یه سری اطلاعات تو ذهنش اومده. حالا اگر شما خیلی اینو تغییر بدید همه اونا به هم میریزه. پس باید تغییره یه جوری نرم نرم انجام بشه که این بتونه اطلاع تغییرات رو دنبال بکنه. و بحث پیچیدگی گراف هامونم اینه که الان ما گراف هایی که گرفتیم فقط رأس ها بودن، هیچ چیزی هم نسبت به هم نداشتن و رابطه هاشون هم یال بود. یال این رأس رو فرض بگیرید یک مثلا انسان ها باشن، اینا ویژگی های چیزای مختلفی دارن، ما باید اینا رو توی رسممون یه جوری نشون بدیم. یا رابطه هاشون فقط همه از یک نوع نیست یا میزانش یکسان نیست، ما اینا رو باید توی رسم منتقلش کنیم. من بحثم اینجا تموم شد. فقط اگر دوست دارید که بیشتر به رسم گراف علاقه مند بشید، بعد نیست یه سری به اینجا بزنید. نرم افزارهای مختلفی وجود دارن، بعضیاشون راحت میشه استفاده کرد، ولی توی این که تقریبا جدیدترین نرم افزار رو بروزترینشه برای رسم گرافهای خیلی بزرگ که به NR هم معروفه، اونجا یه عالمه گرافهای خیلی بزرگ رو گذاشته که شما میرید انتخاب میکنید و رسمش رو بهتون نشون میده و میتونید که اطلاعات بگیرید. من فکر کنم از کل وقتم استفاده کردم، ولی خب اگر سوالی هست در خدمتتونم. گرافت اپتیمم خود گراف اپتیمم باشه؟ خود گراف ها که نداریم، ولی خب اپتیمم بودن تو هر چیزی باید بگید چی رو میخواید اپتیمم بکنی. آره خب من همون ببینیم، مثلا توی رسم مستطح اونی که میخواد اپتیموم باشه چی چیه؟ کراسینگه. خب یا مثلا وقتی میاد روی رسم های متعامل میگه مثلا تو سوشال نتورک بخواهی نتورک بشه مثلا رسم های گراف بشه، کراسینگ باید زیاد باشه؟ اونجا که کراسینگ باید زیاد باشه مهم باشه؟ نه، کراسینگ نباید زیاد باشه. زیاد باشه؟ زیاد باشه که ببینیم خود مثلا علاقه مندیش کجاست، کجا بیشتر علاقه. ببینید توی مثلا همین شبکه‌های اجتماعی اینا وقتی میخوان آنالیزشون کنن، چیزی که خیلی الان براشون مهمه اینه که بتونن گراف رو کلاستر بندی کنن. خب یعنی آره دقیقاً انجمن یابی به اصطلاح روشون انجام بدن. خب این رسمه اگر یه جوری باشه که این که حالا انجمن ها رو به ما خوب نشون بده، این خوبه. ولی اونجا حالا شاید خیلی دیگه توی این رسم ها معمولا مستقیما خطن، یعنی حالا بحث حالا چیز نداری به خود انجمن خیلیش هست بیا همه با هم ارتباط دارن چون نمیتونی بید کراسینگ یاده که همشن چی؟ تقریب شما از کراسینگ یه ذره فهم کنم با تقریب تقریبی شون تو مزرور از کراسینگ اینه که توی نودی به هم برسن، ولی وقتی شما میگن کراسینگ یعنی یالا به هم کراس داشته باشن، این تقاطع یالی منظورش اینطور تقاطر یالی میگن. تقاطر دو تا یال تو سوشال نتورک چه معنی داره؟ دو تا یال نه، ولی مثلا چند تا جمعی از یالا میبینیم اونجا تجمع مثلا کراسینگ هست. خب ببین مثلا اینجوری علاقه بود نه که مثلا کراسینگ مثلا دو تا نوت دو نفر اینه یه یالشون فرنشیپ. ببینید دقیقاً ببینید شما کراسینگ همچین چیزیه. خب حالا وقتی این اتفاق بیفته آیا نزدیکی بین این رأس ها رو نشون میده؟ نزدیکی بین این یال هیچ چیز خاصی رو نشون نمیده، فقط شما تو رسمتون نتونستید این دوتا یال رو یه جوری بکشید که برخو بله وگرنه تو اون فضا اصلا
نه اهمیتی نداره که اون اثر اهمیتی نداره. یعنی ببینید گرافو چه با کراسینگ بکشید چه بدون کراسینگ همون گرافه. پس از نظر توپولوژیکی هیچ تأثیری روی گراف نداره، همون گرافه. ولی وقتی مثلا میگیم از اون مسطح سازی استفاده کن، خب وقتی میاد به جای کراسینگ های شما رأس اضافه میکنه، داره توپولوژی گرافتون هم به هم میریزه، به خاطر همین تأثیر گذار میشه. سوال داشتم، خب با توجه به سایز دیتا و اینا الگوریتم که وجود داشتن زیر لینیر و تایم کامپلکسیتی داشته باشن اونایی که کار میکنن، میدونم تو دنیای الگوریتم که همه MT کامپلیت تو اصلا دنیای الگوریتم هستی ما هستیم خیلی این اتفاق نمیفته. ولی سوالم این بود که الان کدوم قسمت در واقع شاید در بحث جامشون ندیم من بود فقط در تماس بشم از اون بپرسم، ولی بیشتر در حوض نفستم الگوریتم لینیر بدونم کدوم حوزه بیشتر به الگوریتم لینیر نزدیک شدن، یعنی کدوم حوزه در واقع از گراف تئوری هست که الگوریتم لینیر بیشتر بهش نزدیک شدن، تستری لینیر بیشتر وجود داره؟ چون تو صحبتتون در حد مثلا سه تا دیگری درجه سه و اینا دیدم که الگوریتم لینیر تست داشتن. آره اون برای رسم‌های متعامد بود. تو رسم‌های مختلف دیگه حالا این یه خورده متفاوته. حالا من کلی بخوام بگم تو ذهنم نیست. تو ذهنتون بیشتر به الگوریتم لینیر نزدیک شدن؟ اصلا همچین دستبندی دیدین جایی؟ نه اینطوری میگم الانم بخوام لیست کنم بعد دوباره نگاه کنم ببینم کدوماشون لینیر بودن کدوماشون نه. اصلا سوسایتی گراف تئوری به این سمت داره حرکت میکنه که مثلا به سمت الگوریتم لینیر یا ساب لینیر برن؟ چون تو حوزه هندسه محاسباتی مثلا میگه متر شباهت فرشه، بعد مثلا میگه همچنان ان اسکور به بالا، یعنی اصلا فضای ساب لینیر وجود نداره تو گراف تئوری وجود داره یا تو سوسایتی گراف تئوری؟ ببینید برای گراف های خیلی بزرگ چیزی که من میدونم بروزترینشون همین ایده های فنراست. خب که فنرا برای هر جفت رأسی که بخوای حساب بکنی همینجوری تعدادش اندوه دیگه. حالا دیگه اگه این هر تکرارش اندو باشه خب کلیش نمیتونه، ولی راهکارهایی میزنن که یه خورده کمش بکنه. مثلا یه راهکار کلی که وجود داره اینه که میگه خب اول گراف من یک رأسه، این سیستم رو براش بهینه میکنم، بعد مرحله بعدی میاد افراز میکنه، بعد دوتا رأس در نظر میگیره، بعد گراف سه رأسی. اینجوری مسئلهش رو انگار به مسئله های کوچیکتری افراز میکنه که بتونه محاسبات رو تو هر کدومشون سریعتر انجام بده. ولی آره بله، ولی اینکه اینجوری تئوری نه فکر نمی کنم همچین چیزایی باشه. بگی بهترین آدم ها کدومان هم کدومان من نمیتونم جوابه. آره تو رسم مثلا اینکه خوبن اگه اینه که باهاشون کار کردن راحت تر تعریفمون این باشه. آره خب تو رسم پلنرها خیلی مهربون تر از بقیه. ببینید سوالتون خیلی، من باید اول معیارم رو مشخص کنم. چون مثلا وقتی میگیم تو بحث شما خیلی اگه که با نظریه گراف آشنایی خوبی داشته باشید میدونید مثلا برای گراف های دو بخشی خیلی از مسائل راحت حل میشه. پس گراف های دو بخشی تو اونا خیلی گراف های خوبی هست. آره بستگی داره شما چه کاری از این گراف میخواد، اگر نه کلی همشون خوبه.
حالا یکیشون از یوتیوب دیده بودیم، اجراش کرده بودیم. برای اکانت اینستاگرام دوستم بودن، مثلا تو اینستاگرامش گوش بدونشون میدن. حالا نمیدونم فیلم یوتیوبشون بدن، خواستین لینک براشون میذارن نکنین. با پلاتلی هم مثلا دست پلاتلی پایتون این مثلا قشنگ فهمیدیم این گروه خانواده شه، این گروه دانشگاه شه، این گروه دوست شه. اینجوری منظور اینه، من مثلا قشنگ میفهم این چقدر شلوغه گروه مثلا خانوادش. اینجوری منظورم کراسینگش، کراسینگ مونیتوری. آها کراسینگ یعنی این تجمعه. آره. خب همین تجمعه رو خب لزومی نداره که با برخورد یال هایی نشون داده بشه، میفهمین؟ همون جایی که همسایگی ها زیادن، یا تو شبکه های اجتماعی میگه که